Bonjour, oh, comment vas-tu? Tu vas bien en forme? J'espère que tu vas super bien. Et j'espère que tu as étudié, tu as regardé les dernières vidéos. Je vais vous poser quelques questions. Ok? Je vais dire des phrases en persan. Vous allez les traduire en français. Je vais vous je suis au chômage je suis au chômage. aigé vache si j'ai le temps, si j'ai le temps, ta c'est la tante ça. j'ai quitté mes études j'ai quitté mes études. یه رومان تموم کردم جفینی انگوما جفینی انگوما جوون به نظر میرسی توی لغجان بگو من بچه بایستم اینجا رسید شماش بی کارم جوون به نظر میرسی توی لغجان با استرس به نظر میرسی مسترب به نظر میرسی تو الیغ استرسه استرسه بچه نگی دار استرس هست آروم به نظر میرسی تو الیغ کلم حالا چقدر به نظر میرسی دوست داری مطالعه کنی تو ام Tu aimes lire? Tu sais, Tu aimes le lire? Tu aimes le lire? Hats, misana! Je devine! Je devine! Zamandari. Tu as le temps? Tu as le temps? Tu as Tu fais quoi Tu fais quoi attentivement le dialogue, la conversation. Salut, ça va Ça va et toi Comme si, comme ça. C'est quoi le livre Un roman policier. Tu lis souvent des romans Parfois, si j'ai le temps, dans le métro par exemple, mais moi, j'écoute souvent de la musique. Tu écoutes des chansons françaises Non, oublie-les. J'écoute du rock. Tu aimes le rock Je ne sais pas. Tu n'as pas l'air intéressé, n'est-ce pas Je préfère les romans. Hier, j'ai fini un roman intéressant. Quel est le nom de ce roman Rendez-vous avec l'amour. Comment on dit ça, l'homme chétori en français? Salut, ça, ça va? Salut, ça, ça va? Ok, un tout chétori. Ça va et toi? Ça va et toi? Hey! Les collègues qui m'y connaissent. Badinis, hey! Hey, chivoud! Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. سی کوا لیف، لیف چیه؟ چه کتاب؟ سی ماسکولین فمینین؟ ماسکولین. چرا؟ ل. سی کوا چیانیتی؟ سی کوا لیف یک کتاب چیه؟ سی کوا لیف یک کتاب چیه؟ و کتاب دیگه چیه نداره دیگه. من یعنی امش کتاب دارم میخونه دیگه. روز اول مگه دی دیش. هاش میگه کتاب دارم میخونم دیگه. هت این قمان پلیسی یکی زیاد است که. سی کوا لیف چیه؟ باید. یه رمان پلیسی بسته دیگه تو هم چقدر رمان پلیسی بخون برو رمان دیگه بخون یک رمان پلیسی کمان یک رمان پلیسی ان رمان پلیسی ان رمان پلیسی ان رمان پلیسی رمان تو اغلب رمان میخونی سووان بود شما به من بگید کماندی تو اغلب رمان میخونی به فرانسه به فرانسه چیه آن فرانسه تولی سوواند قمان تولی ازپل لیغه دوباره من سفشر میگم ژلی تولی ایلی الی نولیزان ولیزه ایلیزلیز تولی سوواند قمان اینجا د گفتم بچا چرا چون داریم رومانها رو میخونیم ما نمیخوایم بگیم یه دون رومان و چون نمیدونیم در ارین دربار چه رومانهایی صحبت میکنیم از د استفاده میکنیی پس اختیک اندفینی حرف تعریف نامشخص مسئولنش انه فمیننش ونه و د فارغ از این که باشه یا فمینن باشه دد بریم میگه که تو اغلب رومان میخونی توی لیسو واند رومان. بعضی وقتا پقفو پقفو رومان میخونیم پخفو پخفو خیلی من راه میرم نه میام جلو اغلب سعی میکنم وایسی اگر زمان داشته باشم قبلا داشتیم بگید si j'ai le temps. si j'ai le temps. si j'ai le temps. deuxième métro. dans le métro. par exemple. dans le métro par exemple. dans le métro par exemple. dans le métro par exemple. métro. dans le métro. le métro par exemple. پر اگزامپل مثلا به عنوان مثال پر اگزامپل اگه زمان داشتی تو معمولا تو کتاب بخون خوبه تو اگه کتاب میخونی حواست به بقیه هم هست که میاد بغلت میشینه چجوری هندل میکنی داستان ولی میگه ولی من ولی بچه میشه مموا مموا ولی من مموا من معمولا موزیک گوش میدم گوش دادم میشه اکوته اکوته فعلش صرف میکنم گروه اول دوباره ژکوت تو اکوت ایل اکوت اکوت نو ژکوت اغلب گوش میدم ژکوت سووان میبینید معمولا قیدا رو بعد فعل میذارم خیلی وقتا این قیدا تو انگلیسی قبل فعل قرار, قرار میگیره مثلا آلویز قبل فعل قرار میگیره ولی اینجا ما بعد فعل قرار میدیم ژکوت سووان سووان موزیک گوش میدم دو لا موزیک دو لا موزیک اینجا یه سری مثلا چرا نمیگه لا موزیک به خاطر اینکه دو موزیک یعنی من یه قسمتی از موزیک رو گوش میدم همه موزیکای دنیا رو که گوش نمیدم که حالا کاری نداریم بهش ولی دو لا موزیک بگی شکوت دو لا موزیک شکوت دو لا موزیک شکوت سووان دو موزیک من اغلب موزیک گوش میدم شکوت سووان دو لا موزیک تو شانسون فرانسیس گوش میدی شانسون فرانسیس همین ترانه های معروف فرانسویه که خیلی ترانه داره و این چیزه که شما شنیدید مثلا je suis malade یا مثلا je یا همچین چیزی یا مثلا دبی مثلا نو دو ریان"، اینا مثلا یا مثلا ایر توی اینا شانسون فرانسیس شانسون فرانسیس گوش میدی شانسون خودش بچه یعنی میشه آهنگ یعنی ترانه tu tu تو اکوت ده شانسون فرانسیس تو اکوت ده شانسون فرانسیس تو ترانه های فرانسوی حالا مثلا گوش میدی شانسون بچه مهندس فرانسز مهندس شده توی کود شانسون فرانسز تو از اینا گوش میدی جوسی ملت گوش میدی میگه نو فراموشش کن اون چی بابا اونا مثلا مال پیرمرداست نو اوبلی له حالا بچه اینجا میگه اوبلی له اوبلی لو رو داشتیم حالا اینجا چند تاست میگه ل شانسون فرانسز یا د شانسون میگه له بابا این شانسون ها رو ول کن اوبلی ل و میبینی تو امری بچه این زمین رو میاد بعد فعل قرار میگیره اوبلیله فرموششون کن بابا اونا چی بابا ولشون کن ولم کن بابا اوبلیله جکو دو راک جکو دو راک راک گوش میدم داداش جکو دو راک دوباره اینجا یه قسمت یعنی همه راک رو که گوش نمیدم اگه میخوام بگم راک دوست دارم میگم جم لغاک ولی وقتی دارم گوش میدم باید یه کانتیته بذارم مثلا بالا گفتم ژکوت دو در موزیک چون مؤنث بود این پایین میگم شکوت دو راک برای شکوت مسکولنه دو غاک. من راک گوش میدم داداش تو ام لغاک تو راک دوست داری تو ام تو ام لو اینجا چون که بچه درباره دوست داشتن میفله دوست داشتن و برای بیان علاقه اینا و اختیکلامو دفینی معمولا میذاریم بعدش لو لا لین تو ام لو اینم بنده خدا که داره رمان پلیسی میخونه نمیدونم جون سپا حالا این, این توی این داستان میگه می به نظر خیلی علاقمند به این داستان نمیرسیم منفی داره میگه اینجا بچه قبلا داشتیم تو یعنی به نظر میرسی تو نپلق به نظر نمیرسی تو نپلق انتقصه به نظر خیلی علاقمند نمیرسی رپتی اپری تو نپلق انتقصه تو نپلق Tu n'as pas l'air intéressé. Benazir. Euh, alors, madame, je n'est-ce pas? N'est-ce pas? Une n'est-ce pas? Targi, mesdames. » Comment on dit targi dans le français? Le verbe c'est préférer. Comment on conjugue le verbe préférer? C'est un verbe du premier groupe. Donc pour la conjugaison, on dit je préfère, tu préfères il préfère elle préfère nous préférons vous préférez il préfère elle préfère mais faites attention aux accents OK accent aigu et grave tarjimidam je romana ro tarjimidam dadash belamkon je préfère hein? les romans. je machina ge je préfère hein j'ai pas mais je préfère je préfère je préfère préfère pas je préfère پرفر جو, پخفر. جو پخفر رومان. من رو جو رومان ها رو ترجیم میدم یا لغمان دیروز به این دوباره تو گذشته یه ایر. یران که جوه ونتا نشنید به بشنوید دیروز ایر دیروز یه دونه رمان جالب تموم کردم تموم کردم و بلدید جفینی ان رومان انترسان پس بچه این داریم انترسی یعنی علاقمند انترسان برای چیز میاد یعنی جالب انترس معمولا برای آدما میاد که علاقه به یه چیزی داره انترسان یعنی برای معمولا برای چیزا میاد که یعنی جالبه ژ فینی ان رومان انترسان ژ فینی ان رومان انترسان یه کتاب جالب یه رمان جالب تام کرد اسم این رمان چیه کله کله لو نوم لنم رمان کل نام دو سر رمان کله نامسه رمان کله نام سر رمان اسم این رومانش یا سه رمان یعنی این رمان این adjectکتف دмонراتیف یعنی صفت اشاره که سه مسولاً ست فمیننش و سه جمعه. کل صفت پرسشیه که برای اسم استفاده میشه اینجا چون نام داریم از کل كال استفاده. کله نام سر رمان مثل کلش، Tu as quel âge Quel est le nom de ce roman est roman que est-ce roman rendez-vous avec la mort. Rendez-vous avec ba, la mort. Avec la mort Ni Marc. Marc. Écoutez encore une fois. Salut, ça va Ça va et toi Comme c'est comme ça. C'est quoi le livre Un roman policier. Tu lis souvent des romans Parfois, si j'ai le temps, dans le métro, par exemple. Mais moi, j'écoute souvent de la musique. Tu écoutes des chansons françaises Non, oublie-les, j'écoute du rock. Tu aimes le rock Je ne sais pas. Tu n'as pas l'air intéressé, n'est-ce pas Je préfère les romans. Hier, j'ai fini un roman intéressant. Quel est le nom de ce roman Rendez-vous avec la mort.